سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال یاربورس در خدمتتونم. دوستان تو این ویدیو قصد داریم سرز شیبا، دوج و کاردانا رو تحلیل کنیم و ببینیم وضعیتشون از چه قراره. پس اگه دارین تو این حوزه فعالیت میکنین و دوست دارین هر روز از تحلیل این ارزا یا سایر ارزا مطلع بشین، حتما یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، روی دکمه سابسکرایب زیر ویدیو کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون یا معرفی ارزهای انفجاری رو منتشر کردم سریعا بتونیم ویدیوشو ببینید و شاید تو تصمیم گیری کمکتون شد. خیلی خب، بریم سراغ تحلیل ارز شیبا. توی اولین مرحله ببینید تمام این ارزایی که گفتم، این سه تا ارزی که گفتم به علاوه خیلی از ارزهای دیگه، توی روند نزولی قرار گرفتن و با 3-4 تا کندل که من توی اکثر ویدیوها میبینم، 2 تا کندل میخوره، یه دفعه یه روند سودی با اون 2 تا کندل رسم میکنن، همچین چیز اوکی نیستش. حالا نمیدونم، هر کی استراتژی های خاص خودشو داره، ولی وقتی این ارز این همه مدت روند نزولی داره، بعد با 2 تا کندل چطوری میشه یه روند سودی واسش کشید که این روند به این گندگی رو بتونه نقدش کنه؟ به هر حال ببینید، اول بریم سراغ حمایت های این ارز، بعد بریم سراغ کندلاش ببینیم وضعیتش چطوره. اولین حمایتی که این ارز داره، همونطور که قبلا مشخص کرده بودیم، روی 3200 تا 3300 که با این لاین سبز رنگ مشخص کردم. یه بار اینجا حمایت شد، البته اینجا یه سایه انداختا و تا حمایت بعدی که مشخص کرده بودیم، یعنی 2900 رفته پایین. به هر حال یه بار اینجا با سایه شکونده تا حمایت بعدی رفته، ولی برگشته بالا، روی همین 3300 ازش حمایت شده و سری بعدی هم دقیقا روی همین منطقه حمایت شده. ما یه لاین نزولی میتونیم رسم کنیم که تو تایم فریم 1 ساعته خیلی بهتر دیده میشه. این لاین نزولی با آخرین کندل شکسته شد. ببینید، این لاینو فقط من میتونم تا قیمت 4200 قبولش داشته باشم. بعد از 4200 دیگه این لاین نزولی بنفش رنگی اینجا هستش واسه هم ارزشی نداره. حالا همونطور که گفتم، تو تایم فریم 1 ساعته به خوبی میشه این لاین رو مشاهده کرد. آخرین کندلی که روش بودیم اومده بود این لاین رو شکونده بود، ولی متاسفانه برگشت پایین و تا قیمت 3450 اومد، ولی توی نیم ساعت گذشته شروع کرده کندل داره میاد بالاتر. در صورتی که این کندل یا کندل بعدیش بتونه بیاد خودشو روی 3700 ببنده، ببینید تاچ کردن مهم نیست، روی 3700 خودشو ببنده، میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که حداقل قیمت تا 4200 بیاد بالا و حدود 13-14% بتونه بهمون سود بده. ولی در صورتی که این اتفاق نیفته و کندل دوباره برگرده زیر این لاین نزولی، امکان داره روی 3200 ازش حمایت بشه. در صورتی که روی 3200 شما نه کندل سبز دیدین نه کندل دوجی دیدین، قیمت ارز به راحتی میتونه تا 2900 یا حتی پایین تر که 2700 که شروع اون فیبوناچیه که ما رسم کردیم بیاد پایین. البته 2900 و 2700 فاصله زیاد چندانی ندارن، حدود 2-3% اختلاف قیمتی دارن. پس اولین حمایت میشه حدودش 6% پایین تر از قیمت فعلی روی 3200 و حمایت بعدی میشه حدود 20% پایین تر. حالا تا اینجا 21 تا 2900 19%، میانگینش همون میگیم 20% تا حمایت دوم اختلاف قیمتی داره دیگه. این حمایت 2800 مهمترین حمایتیه که این ارز داره. خب همونطور که گفتم، اگه کندل این ارز یا همین کندل یا کندل بعدی بیاد بالاتر از این لاین نزولی یا قیمت 3700 به بند خودشو، میتونیم بهش ورود کنیم به امید نوسانگیری تا قیمت 4200 که حدود 13-14% بهتون میده. اونجا بازم بعدم باید تصمیم بگیریم که مناسب نگهداری هست یا اینکه
قیمتش دوباره برمیگرده پایین. مقاومتاش هم اولین مقاومت این است روی 4200 و مقاومت بعدیش روی 4500. خیلی خب، بریم سراغ ارز دوج کوین. ببینید ارز دوج کوین رو ما پریروز که ویدیو داشتیم ازش خیلی به وضوح گفتیم آقا قیمت 16 سنت حمایت بسیار خوبیه واسه این ارز. ببینید قیمت یه سری اومد یه سایه انداخت، این به خاطر ریزش کلی بازار بود. این سایه رو همه دارن دیگه. کاردانو فکر کنم یکی از دوستان گفت تو صرافی کوکوین تا 90 سنتینا اومده بود پایین سایش. به هر حال ولی حمایت اصلی این ارز روی 16 سنت بود. اینجا پایین ترین نقطه ایه که ببینید پایین ترین نقطه ایه که این ارز بعد از اصلاحش حمایت داشته. حتی قبل از صعودش هم روی این منطقه بار حمایت شده بود و قبلش هم به عنوان مقاومت شناخته شده بود. خب خلاصه چند باری روی این منطقه از این ارز حمایت شده، در حال حاضر هم روی همین قیمت قرار گرفته. یعنی این قیمت 16 سنت، البته الان روی 17400، ولی خلاصه این قیمت 16 سنت واسه من قیمت بسیار بسیار جذابیه. البته پیشنهاد خرید یا نخریدن به شما نمیدم، تصمیم گیریش با خودتونه، ولی چون این منطقه حمایتی 16 سنت که حدود 8% هم از قیمت فعلی فاصله داره قیمت بسیار بسیار خوبیه. در صورتی که من ببینم وضعیت کلی بازار داره بهتر میشه یا حتی این ارز دوباره برگرده پایین روی 16 سنت تا ببینم داره کندلای حمایتی میزنه بهش ورود میکنم. البته با توجه به کندلایی که در حال حاضر این ارز داره ازش انتظار ندارم دوباره تا 16 سنت بیاد و امکان داره بیاد تا 18 سنت. اینجا یه مقاومتی داره 18 سنت رو ببینم میتونه رد کنه یا نه، که با این لاین نزولی هم که قبلا داشت یه برخوردی میکنه. اینجا باید ببینم این لاین نزولی رو دوباره میتونه بشکنه یا نه. خب همونطور که گفتم اولین حمایت که این ارز داره روی قیمت 16 سنته. حمایت پایین تری واسه این ارز مشخص نمی کنم، فعلا روی 16 سنت واسه من قیمت خوبیه. ولی مقاومت هایی که این ارز داره، اولین مقاومتش روی قیمت 18 سنته که با این لاین نزولی و این مقاومت استاتیک برخورد میکنه. در صورتی که بتونه این دوتا مقاومت رو بشکنه، مقاومت بعدیش روی قیمت 19500، اینجا قبلا به عنوان حمایت شناخته شده بود، خب الان طبیعتا به عنوان مقاومت عمل میکنه. پس این هم از دوتا مقاومت های این ارز. در صورتی که وضعیت بازار خوب بشه و این دوتا مقاومت شکسته بشه، مقاومت بعدیش روی 21500. وضعیت کندلی این ارز فعلا خوبه، ولی کندل آخرش هنوز یه کندل دوجی به حساب میاد و امکان داره کندل بعدی قرمز باشه یا حتی بیاد برخورد بکنه با این لاین نزولی و دوباره واکنش منفی نشون بده و برگرده پایین. پس حمایت های این ارز رو گفتیم، مقاومتاش هم گفتیم، راجع به کندلاش هم صحبت کردیم. بریم سراغ ارز کاردانو. ببینید واسه ارز کاردانو که ما یه کانال نزولی رسم کرده بودیم دیگه. ببینید این کانال نزولیشه، الانم با کف این کانال برخورد کرده. البته سری قبلی که نزدیک کف این کانال شد و اینجا ازش حمایت شد، من منتظر بودم که دوباره تا سقف این کانال نزولیش بره بالا، ولی متاسفانه این ریزش کلی بازار باعث شد دوباره قیمت این ارز برگرده پایین و تا کف کانال نزولیش دوباره برگشت. خب در حال حاضر قیمت این ارز قیمت بسیار جذابیه، ولی این ارزم مثل شیبا یه خط روند نزولی تو تایم فریم یک ساعته داره. ببینید ما الان تو تایم فریم 4 ساعته ایم، ولی این خط روند تو تایم فریم یک ساعته به خوبی میتونین رسم بکنین. راجع به حمایت های این ارز بخوایم بگیم، دو تا حمایت نزدیک داره، یک روی 1.30 دلار و یک روی 1.26 دلار که کف این کانال نزولی میشه. این راجع به حمایت های این ارز. پس دو تا حمایت خیلی نزدیک داره که از قیمت فعلی اولین حمایت حدود 3% و دومین حمایت حدود 6% اختلاف قیمتی دارن.
ولی کجا واسه این ارز خوبه؟ ببینید کندلای سبزی که زده هنوز قدرت خودشون به اندازه کندلای قرمز نبردن بالا، ولی باز هم اگه نخواهیم خیلی سخت بگیریم، ببینید در صورتی که این کندل سبز آخر که روش هستیم بیاد خودشو بتونه بالای قیمت $1.36 یا حتی کندل بعدیش بتونه خودشو بالای قیمت $1.40 ببنده، میتونیم بگیم از این ارز داره حمایت میشه و قیمت این ارز داره یه روند صعودی کوتاه مدت رو شروع میکنه. ببینید یه روند صعودی بلند مدت منظورم نیستش که 500% بخواد سود بده، یه روند سودی کوتاه مدت در حد 15-20% من میتونم واسش در نظر بگیرم، در صورتی که همونطور که گفتم این کندل بیاد این خط روند نزولی رو بشکنه، خودشو بالای $1.37 ببنده، یا اینکه کندل بعدیش حداقل بیاد خودشو بالای $1.40 ببنده. در غیر این صورت اگه کندل بعدی کندل قرمز باشه و نشون بده که داره به این لاین واکنش منفی نشون میده، طبق حمایت هایی که گفتیم تا اولین حمایت یعنی $1.30 یا $1.26 میتونه برگرده پایین. از لحاظ کندلی هم که گفتیم فعلا کندلای خوبی زده، ولی همچنان قدرتش اندازه این کندلای نزولی نیستش. مقاومت هم اولین مقاومت که میتونیم واسه این ارز در نظر بگیریم یه مقاومت داینامیکیه که همین الان روش قرار گرفته، در صورت که این مقاومت بشکنه ما یه الگوی کف دوقلو داریم اینجا و قیمت ارز میتونه تا $1.45 بیاد بالا. در صورت که این اتفاق بیفته و تا $1.45 بیاد بالا، مقاومت بعدی این ارز روی لاین 23 فیبوناچی روی قیمت $1.52 دیگه صحبتی باقی نمیمونه. ممنون که تا اینجا با ما بودین، فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.